200 روز جنگ در اوکراین و نهایتاً دستاوردی چشمگیر برای ارتش این کشور. تازه ترین گزارش ها از بازپسگیری مناطق بیشتری در شرق اوکراین از تصرف روسیه خبر می دهند. به نظر می رسد ارتش اوکراین در یک ضد حمله میزان مناطق بازپس گرفته شده را 3 برابر کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پیامش به مناسبت 200 روز شدن جنگ، دستاورد نظامیان کشورش را برشمرد. درود به همه آنانی که طی این 200 روز بیش از 2000 تانک، 4500 خودروی زرهی، بیش از 1000 سلاح توپخانه، 250 هواپیما، 200 هلیکوپتر، تقریباً 1000 پهپاد، 15 شناور جنگی و هزاران تجهیزات دیگر دشمنان و اشغالگران را نابود کردند. آماری که شاید به راحتی قابل تأیید نباشند، اما پیشروی برق‌آسای اوکراین در بازپسگیری بخشی از خاکش محل خدشه نمیتواند باشد، زیرا روسیه نیز آن را تایید کرده. وزارت دفاع روسیه با انتشار یک نقشه خروج نیروهایش را از تقریبا همه بخش‌های استان خارکیف نشان می‌دهد. پیشتر نیز یکی از مقامات منصوب روسیه در خارکیف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیا 24 تعداد نیروهای اوکراینی را 8 برابر نیروهای روس و متحدانش در آن منطقه برشمرد. حمله‌ای که به گفته این مقام 5000 شهروند را مجبور به تخلیه و رفتن به خاک روسیه کرد. در مقابل وزارت دفاع روسیه از انجام حملات هوایی در منطقه خارکیف خبر داد. حملاتی که به گفته زلنسکی اقدامی است تلافی جویانه از سمت ارتش روسیه به دلیل شکست در شرق اوکراین. در پی حملات یک شنبه شب روسیه به زیرساخت‌های غیر نظامی، نزدیک به 9 میلیون نفر در خارکیف و دونتسک بدون آب و در خاموشی مطلق بودند. به همین سبب زلنسکی حمله روسیه به زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی اوکراین را یک اقدام تروریستی دانست. همزمان با تحولات شتابان در خط مقدم، برخی نشانه ها از برقراری نوعی تفاهم نسبی بین روسیه و اوکراین بر سر حفظ امنیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا خبر می دهند. آنگونه که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید، هر دو طرف در خصوص پیشنهاد این نهاد برای ایجاد یک منطقه حفاظت شده در اطراف این نیروگاه ابراز علاقه کردند. اگر طرح مورد نظر گروسی و همکارانش به ثمر برسد، پس از توافق درباره صدور غلات، این دومین تلاش موفقیت آمیز سازمان ملل برای برقراری تفاهم بین دو طرف متخاصم در این جنگ خواهد بود. محسن ایزدی، لندن.